سلام، سیب زمینی تنوری می‌خوایم درست کنیم با سس پنیر خیلی خوشمزه. مطمئنم خوشتون میاد. اینکه بچه‌ها فوق‌العاده این غذا رو دوستش دارن، بعد اینکه شاید از همون طعم تکراری حالا سیب زمینی سرخ کرده و تنوری خسته شده باشین، این سس پنیری مکمل خیلی خوبه روی این سیب زمینیاتون. چیزایی که لازم داریم، یه 4-5 سیب زمینی متوسط رو به کوچیک رو کامل با پوست بشوریدش و با همون پوست آب پزش کنید، نمیخواد پوستش رو بکنید. شیر سرد داریم، یه لیوان شیر کاملا باید سرد باشه، از توی یخچال بلافاصله بیاریدش بیرون. شیر پرچب، 300 گرم پنیر موتزارلا یا همون پنیر پیتزایی رنده شده. تمام ادویه‌ای که احتیاج داریم، پاپریکا هست، فلفل قرمز، آبیشم و نمک، به اضافه 3 قاشق غذاخوری آرد معمولی گندم، 2 تا قالب 50 گرم، یعنی در کل 100 گرم هم کره استفاده میکنیم. خب ببینید، با بریدن سیب زمینی ها شروع میکنیم. سیب زمینی ها رو از طول برش بدیم با همون پوست، 4 قسمتش کنید هر کدوم رو به این صورت. بعد اینا رو توی یه دونه قالب بچینید که بتونید داخل فر بذاریمش. اگر هم باز نمیتونید از فر استفاده کنید، اینا رو میتونید کف یه تابه بذارین با یه مقدار خیلی کم، چند قطره روغن، فقط جوری که روی تابه حالت طلایی قهوه‌ای بشن روی حرارتتون. خب حالا کاری که میکنیم، روش چند قطره روغن زیتون یا همین روغن معمولی آفتابگردون ذرت میریزیم. گفتم میتونید توی این مرحله توی تابه هم انجامش بدین، روی حرارت خیلی کم بزنینش توی تابه، جوری که فقط سطح اینا رو برگردونین روی تابه، یعنی قسمتی که پوست نداره رو، که اون قسمتش طلایی بشه یکم. بعد یکم نمک به اینا اضافه کنید، به اضافه پاپریکا و آویشن. خب حالا اینو میذاریمش توی فر. فرتون رو از بالا روشن کنید، گریل بالا یا شعله بالا، اگه فر برقی هست بذارید روی گریل، اگر گازی هست شعله بالا رو روشن کنید، چون این سیب زمینی پخته ما فقط میخوایم روش یه ذره طلایی رو برشته بشه. خب حالا تو این مدت که سیب زمینی ها توی فر هست، ما سس پنیرمون رو درست میکنیم. خیلی سس پنیر خوشمزه‌ایه و خیلی کاربرد تو خیلی غذاها داره، نه فقط برای سیب زمینی تنوری، توی خیلی از غذاهای دیگه میتونید استفادهش کنید. حدود 100 گرم کره رو بذارید آب شه، یعنی حرارت رو ملایم کنید، چون کره خیلی زود میسوزه. همین که ذوب شد کافیه، آرد اضافه میکنیم، نمیخوایم کره خیلی داغ بشه. خب همین که کره ذوب شد، یه قاشق غذاخوری آرد. بعد ببینید اینو دائم همش بزنید، هم زدن رو متوقف نکنید، روی حرارت ملایم یکی دو دقیقه صبر کنید تا از این رنگ روشن زردی خارج بشه و یه ذره به سمت رنگ کرم و قهوه‌ای بره. نمیخوایم کاملا آرد برشته بشه و قهوه‌ای بشه. یه ذره که تغییر رنگ داد به سمت قهوه‌ای خیلی روشن که رفت، شیر رو اضافه کنید. شیر رو حتما از توی یخچال بردارید، شیر باید کاملا سرد باشه. خب ببینید شیر رو که ریختین، هم زدن رو متوقف نکنید، همینطور اینو همش بزنید. به محض اینکه این شروع کنه به داغ شدن، این مایه لحظه به لحظه غلیظ‌تر میشه به خاطر آردی که داخل شیر داره میجوشه و به اصطلاح بهش قوام میده. ما نمیخوایم خیلی مایه غلیظی بهمون بده. همین که شیر شروع کرد به غل زدن و حالت جوشیدن از لبه ها شروع کرد، دیگه بسته. شما میتونید حرارت رو خاموش کنید، شاید مثلا نهایتا 2 دقیقه این اگه روی حرارت بمونه، روی حرارت زیاد حدود 2 دقیقه شما همش بزنید، به اون قوام میرسه. حالا یه ذره که الان غلیظ‌تر شد بهتون میگم. ببینید از لبه ها که شروع کرد به جوشیدن، اگر من به هم بزنم حس میشه که یکم غلیظ‌تر شده. به این مرحله که رسید دیگه خاموشش کنید، حرارت رو خاموش میکنید، بعد بلافاصله پنیر رو اضافه کنید بهش. حدود 300 گرم پنیر بود. بعد هم میزنید تا با همون گرمای این آب بشه. خب ببینید این یه حالت کاملا کشدار به پنیر میده، یه سس خیلی خیلی خوشمزه است. حالا اینجا یکم نمک و فلفل فقط باید بهش اضافه کنید، زیاد نمک نریزید چون پنیر خودش نمک داره، سستون شور میشه. ببینید کاملا که همش بزنید، یه حالت یه نواخت و خیلی کشداری میشه. خیلی خیلی سس خوشمزه ای، تو خیلی غذاها کاربرد داره، فقط کاربردش توی این پنیر سیب زمینی تنوری نیست، خیلی جا میتونید استفادهش کنید. خب سیب زمینیامون حالت کامل برشته شده. خب حالا اینا رو توی ظرف میچینیم.
بعد وسط اینا سس پنیر می‌ریزیم، بعد با همین سرورش می‌کنیم. خب حالا این رو یه راز خیلی خوشمزه داره که اینکه یکم فلفل قرمز روی سس پنیرتون بریزیم و روی سیب زمینیتون. اگر برای بچه‌ها می‌خواید سرورش کنید این فلفل قرمز رو حذفش کنید، ولی طعم خیلی خیلی خوشمزه‌ای به سیب زمینی تنوریتون میده. خب دیدین خیلی کار پیچیده‌ای نبود، خیلی راحت حاضر شد. این سس رو هم یاد بگیرید و همیشه توی دیکشنری خودتون داشته باشید، استفادهش کنید همیشه. خیلی سعی می‌کنم که توی آشپزی به چیزایی بپردازم که کمتر پرداخته شده، چیزهایی رو که حالا همه دارن بارها و بارها و صدها بار توی پیج آموزش رسید، کمتر سراغ اونا میریم، مگه اینکه بخوام یه ذره حرفه‌ای‌ترش رو بهتون بگم، متدای جدیدتری رو بهتون بگم. حالا این سیب زمینی هم چیزی که خب خیلی به اصطلاح کاستش پایینه توی آشپزی، یعنی هزینه کمی داره. حالا تنها چیزی که حالا براتون مهمه شما اون سس پنیری که باید درستش کنید، و اینکه خب سیب زمینی خیلی وقتا به خیلی سبک‌های مختلف پخته میشه توی خونه، اکثرا حالا یا آبپز میشه یا سیب زمینی سرخ میشه. این خب خیلی کم ضررتره چون که سرخ نمیشه توی فر میپزه. اگرم حالا رژیم غذایی خاصی دارین که میتونید سس پنیرش رو حذف کنید بدون سس پنیر میل کنید. امیدوارم که این روش رو استفاده کنید، دوست داشته باشین. خیلی خیلی سس پنیر با سیب زمینی خیلی طعم خوبی میده، خیلی بافت خوبی دارن در کنار هم دیگه. امیدوارم که درست کنید و لذت ببرید. ممنونم.